أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو العلي الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة فمن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور فما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. بعد از بیان اینکه انسان فقیر است و این فقرش فقط به سوی خدای سبحان است، از غیر خدا بی نیاز است، فقط به خدا نیازمنده است، دو وصف برای بشر ثابت شد، یکی فقر، یکی هم فقرش الالله است. در برابر دو وصف برای ذات اقدس اله ثابت است، یکی این که خدا غنی است، دیگر این که نه تنها غنی است بلکه مشکل فقرا را هم حل می کند، لذا در برابر نعمتی که به فقرا اعطا می کند محمود است، حمید است. اگر مشکل دیگران را برطرف نکند فقط غنی است، اما چون نیاز دیگران را برطرف می کند گذشته از این که غنی است حمیدم هست. نشانه غنای او این است که اگر بخواهد جامعه کنونی را از بین میبرد و خلق جدید می آورد. این نشانه قدرت و غنای اوست. بعد فرمود این کار بر خدا عزیز نیست. عزت چون معنی نفوذ ناپذیری است و لازمه او غلبه است، گاهی وصف شخص قرار می گیرد، میگیم خدا قوی است و عزیز. گاهی وصف یک صفتی قرار میگیرد، میگوییم این کار یا این صفت بر فرون شخص عزیز نیست و ما ذالکه علی الله و عزیز، یعنی این کار توان فرسا نیست، اون قدرت به نفوذ ناپذیری میشه عزت. گاه این وصف ذات است، میگوییم زیدون عزیزم. یه وقت وصف یک فعل یا وصفیست، میگیم این کار بر زید عزیز نیست، این توان فرسا نیست و ما ذالک علی الله و عزیز از همین قبیل است. اون که در بخش پایانی سوره مبارک توبه آمده که فرمود لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما علیتم، از همین قبیل است. یعنی فشار جامعه بر پیغمبر سخت است. اصولاً امام این طور است، پیغمبر صلی الله علیه و سلم این طور است که سختی مردم، رنج مردم بر دوش او سنگینی میکند. عزیزان علیه ما علیتم، رنج و زحمت شما بر دوش پیغمبر سنگینی میکند. اینجا فرمود و ما ذالک علی الله و عزیز، بردن شما و آوردن قوم دیگر بر خدا سنگین نیست، برای خدا سنگین نیست. مانند اون بعد فرمود در قیامت افراد چند قسم، برخی ها اصلا باری ندارن، اینا که باری ندارن معصومانی هستن که واضر نیستن، غیر معصوم نفوس اونها واضر است. پس نفس یا واضر است یا غیر واضح.
غیر باذر معصومانن، یعنی وزی ندارن، باری ندارن. غیر معصوم واذر هست، بار رو دوشش هست، ولی هر کسی بار خودش هم میکنن. هیچ نفس باربری بار دیگری رو هم نمی کنن. پس یا نفوس باربر نیستن، باری ندارن که معصوم هست، یا باربرن، باری دو دوش اینهاست، اون بار رو هم میکنن دوش نفس واذره. نفسی که واذر نیست او از بحث بیرونه. اون نفسی که واذر هست، باربر هست، فقط بار خودش هم میکنن. هیچ باربری بار دیگری رو نمیبرد. ولا تزرو واذرتون، لذا نفرمود ولا تزرو نفسون، برای اینکه معصومی اصلا باری ندارن، نه بار خودشون نه بار دیگری. ولا تزر وازرتون وزر اخرى، یعنی وزر نفس اخرى، که اخرى صفت است برای موصوف محذوف. خب این نه برای آن است که در قیامت رحمی نیست. در قیامت رحم هست، خدای غنی رحیم هست، انبیا و اولیاء علیهم السلام شفاعت میکنن، اون دار دار رحمت هست. تنها جایی که جای رحمت نیست جهنم است. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که در نهج البلاغه فرمود جهنم دار لیس فیه رحمه، همینه، اونجا هیچ جا برای رحمت نیست، عذاب محض. ولی در صحنه قیامت جا برای رحمت هست. لکن این شخصی که زیر بار گناه خم شده، این استحقاق رحمت ندارد. لذا فرمود در قیامت رحمت هست، این چی نیست که رحمت نباشد. این تعلیق حوش بروست مشعر به علیت است. یه وقت اسم میگیم زید اگر ناله بزند کسی ناله او رو جواب نمیده، خب این جای سوال است که چرا؟ وقت انسان میگوید که زید سیئات فراوانی دارد. اما اگر بگیم کسی که زیر بار گناه خودش خم شده است، این هرچه داد بزنه کسی به سراغش نمیاد. خب این وصف را گفتیم، علتش را گفتیم دیگه، جا برای سوال نیست. در اینجا نفرمود اگر کسی ناله بکند کسی به نالش جواب نمیدهد. فرمود اگر کسی در اثر گناهان زیاد زیر بار گناهش خم شده باشد، کسی به حرف او گوش نمیده. و این تد او مسغلتو، پس یه وقت است که تعلیق حکم بر وصف نیست، این یه سوال جوابی رو میطلبه. مثل بگن فلون شخص رو نباید احترام کرد، چرا؟ برای اینکه او تبهکار. اما بگیم این تبهکار رو نباید احترام کرد، دیگه جا برای سوال نیست. تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت وصف است. اگر کسی در اثر گناهان زیاد زیر بار خود خم شده باشد، یا همچه کسی هر چه فریاد بزنه کسی به دادش نمیرسه. و این تدعو مثقلتون الی حمل اون اوزار لا یهمل، از این حمل شیئی، حمل باریست که رو دوشه، حمل باریست که رو بطنه. خب پس در قیامت رحمت هست و خیلی ها مثل دیگر رحیمن یا شفاعت میکنن و مانندو، اصل رحمت وجود داره. بعضی هم نسبت به بعض رعوف و مهربانم. اینجا چون این شخص به هیچ وجه لیاقت ندارد، اگر یکی از ارحام خود را هم بخواهد، باز از اون کمک نصیب این نمیشود. ولو کان اون مسئول زا قربا برای این ساعد. خب بعد فرمود شما این حرفا رو که میزنید یه قلب آماده میخواهد تا حرفا شما رو بشنود. حرف شما و انذار شما و همچنین تبشیر شما در قلب آماده و شنوا و بینا اثر میگذارد. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، کسانی که گرفتار حس و تجربه هم، که مستحضری کف علم و سواد حس و تجربه است، که از این پایین تر ما دیگه علمی نداریم. از حس و تجربه که بالا تر آمدید
به اون نیمه تجریبی میرسید که ریاضی است، بعد به تجریدی کلامی میرسید، بعد به تجریدی فلسفی میرسید، بعد به تجریدی عرفان نظری میرسید و اگر حالی داشتید به شهود میرسید. کف سواد علم حسی و تجریبی است. فرمود اینا که ایمان به غیب ندارن، فقط ایمانشون به شهادته، تا چیزی رو نبینن، حس نکنن، باور نمی کنن. اینا حرف شما رو گوش نمیدن. فقط کسی میتواند از حرف شما استفاده کند که ایمان به غیب داشته باشد. یعنی به غیر دیدنی و شنیدنی، به غیر محسوس مؤمن باشد. راه شناختش تنها حس و تجربه حسی نباشد. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب. و تنها ایمان نباشد، عمل صالح هم داشته باشد، که اقامه صلات الگو برای سایر اعمال صالح است، برای اینکه این قبلت قبل ماسوا. و اگر کسی حرف شما را گوش داد و اهل خشیت بود، ایمان داشت و عمل صالح داشت، به سود خودش طهارت و طیب بودن را تحصیل کرده است، وگرنه ذات اقدس اله غنی محض. علم و یقین تو بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودید. یه وقت از کسی تو کارهای حوزوی به دانشگاهی سسل مسائل بحث میکند، یه مهموری را برای موضوع ثابت میکند، این کار اندیشه است که متولی این عهده‌دار تصور و تصدیق و استدلال و قیاس و تمثیل و امثال ذالک است. این کار علم است که تو منطق ملاحظه فرمودید و تسمى القضیه و عقدن. این با سرانگشت عقل نظر بین موضوع و محمول گره میزند، میگوید الف با از این میشه عقد. اما حالا با جان خود باد گره بزند، این دیگه کار عقل نظر نیست، کار متولی اندیشه نیست، با دست دیگر باد گره بزند. اون عقل عملی است که هی او در رحمان و اکتسب الجناح. این دست اگر فلج باشد، مریض باشد، اساره اون قضیه را به جان خود گره نمیزند. و اگر فی قلوبه هم مرض بود این چنین نست، فیت معلذی فی قلبه مرض بود این چنین نست. این دست فلج اون قدرت را ندارد که اساره علم را به جان خود گره بزند بشه عقیده، چون اون دستی که بین موضوع و محمول گره زد اون دست اندیشه است نه انگیزه. یا دست دیگری میخواهد که اساره اون قضیه را به جان خود گره بزند که بشه عقیده. وجود مبارک موسی کریم به فرعون فرمود برای تو 100% ثابت شد که حق با من است. لقد علمت ما انزل هؤلاء را رب السماوات والارض و سایره. خدا فرمود به جهد و بها واستیقنت و انفسهم. برای اینکه اونی که باید اساره علم را به جان گره بزند عقل نظر که نیست، عقل عمل است، اونی که بهی او به در رحمان و اکتسی و جناح. دست امیر سلام الله علیه که فرمود کم بن عقل اسیر تحت هوان امیر، این فلجه، خب گره نمیزند دیگر. پس میشود یک مطلبی را انسان 100% بفهمد یعنی علمن، و اصلا باور نکند یعنی عقیدتن. کار فرعون اینطور بود. این علم الیقین کارساز نیست. علم الیقینی کارساز است که اون چرا که عقل نظر گره زد با سرانگشت عقل عمل به جان گره بخورد، این باور بکند، مؤمن بشود که یخشون ربهم بالغیب بشود و اقام الصلاة بشود و من تزکا بشود، میشه مؤمن. و این زمینه را فراهم میکند برای عین الیقین. علم الیقین زمینه را فراهم میکند برای عین الیقین که فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. چون در اینجا علم الیقین و عین الیقین آمده، در بخشهای دیگر حق الیقین آمده، اون سه قسمش معروف شد. تو این کتابهای عقلی میگن علم 4 قسم است. یه علم رائج حوزه و دانشگاه هست که علم رسمی است، این مشکلی رو حل نمی کنه. علم اسمی و رسمی این هیچ، یعنی هیچ مشکلی رو حل نمی کنه. علمی که به عمل بنشیند، انسان باور بکند، اهل خشیت باشد، اهل اقامه صلات باشد، اهل تزکیه باشد، این میشه علم الیقین.
این زمینه را برای عین الیقین فراهم میکند، اون عین الیقین زمینه را برای حق الیقین فراهم میکند. اون سر مردشون کاملا جداست. این علم رسمی است که علم مدرسه است. بنابراین ممکنه کسی یه عالم باشه، یه محقق باشه، یه پژوهشگر باشه، ولی تو راه بمونه، ابن السبیل باشه. کسانی به مقصد میرسن که دست عقل عملیشون سرانگشتان ظریف داشته باشد، اون چرا که فهمید به جان خود گره بزند، عقیده پیدا کند، مؤمن بشود، حسن فعلی و فاعلی پیدا کند تا راه بیفته. فرمود انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. تنها ایمان به شهادت نباشه که به حس و تجربه بسند کنه، بگه لن نؤمن و که حتی نر الله جهرتم یا ارن الله جهرتم و اقام و صلاته، که این نمونه از دین است. و من تزکا فانما یتزکا لنفسه. خب حالا وقتی که پذیرفت به کدوم طرف حرکت میکنه؟ الالله المسیر. پس فقیر الاللهی، سیرورتتون هم الالله هست. در این مسیر بعضی ها زنده هم، بعضی ها مرده. اونا هم که زنده هم، بعضی ها بصیر و سمیع هم، بعضی نه هنوز حیات کامل پیدا نکردن، بعضی ها بیخاصیت هم، بعضی باخاصیت هم. چون بین حیات و ممات با اعما و بصیر و ظلمت و نور و ذل و حلول فرق بود، این کلمه ما یستوی تکرار شده. نفرمود و ما یستوی الاعما و البصیر و الظلمات و النور و الذل و الحلول و الاحیا و الاموات. حی و میت حسابشون از اونها جداست. بعضی ها واقعا مردن، بعضی ها نه زندن منطق کروکورن، بعضی ها زندن کروکور نیستن ولی حیاتشون حیات حیوانی است، حیوانی بالفعلند و انسان بالقوه. بعضی ها نه زنده هستن ولی مریضن. بعضی ها خوابن. الناس نیامون ازاماتون تبهو. بین مرده، حیوان، مریض، خواب، دیوانه در قرآن کاملا فرقه. این مرزها رو مشخص کرد. فرمود به این که تو سخنرانی میکنی و اصرار داری که اینها ایمان بیاورند و اگر ایمان نیاوردن برای تو سخت است. عزیزان علیه ما عنتم، حریصان علیکم بالمؤمن رعوف رحیم. اما من میدونم کی زنده است کی زنده نیست. ان الله یسمع من یشاء و ما انت بمسمع من فی القبور. این واقعا در قبر تن هست. بعد فرمود کار شما فقط انذاره، مستحضری که اینا هم نذیرن هم بشیر. اگر نذیر بود بشیرم هست، اگر بشیر بود نذیرم هست، این دو وصف هماهنگن. لکه در قرآن جایی به عنوان هست نیامده انت الا بشیر، برای اینکه اکثری مردم خوفن من النار عبادت میکنن. چون این چنین است مسئله نذیر به عنوان هست ذکر شده. این همه فضائل برای نماز شب هست، خب میبینید کمتر موافقن، ولی نماز صبح را خوفن من النار میخونن. وگرنه اگر شوق الجنه بود این همه جلال و شکوه قرآن برای نماز شب ذکر میکند. فهمید از یه نشعه جدایی دارد، یه عالم جدایی دارد. اما خب مورد اعتناع خیلی ها نیست، چون شوقن الجنه کار نمی کنند. اما نماز صبح را که واجب است اگر انجام ندن عذاب است، خوف من النار انجام میدن. لذا مسئله نذیر اینجا مطرح شد. خب بله نیست دیگه، مگر حضرت میرفت تو قبرستان؟ واقعا خونه بعضی های مقبره خانوادگی است دیگه. این که در باره عده فرمود امواتون غیر و احیا، همینه دیگه. فرمود اینا مرده ها هستن. یک تأکیدم آورد که نه، مرده واقعی هستند، نه اینکه شبیه مرده باشن. امواتون غیر و احیا، اینا حیات گیاهی دارن یا حیات حیوانی دارن. این که فرمود این هم الا کل انعام بل هم ازل، یعنی حیات گیاهی دارن، حیات انسانی ندارن. خب بالاخره سرش اینه که اونا نگذاشتن چیز بفهمن.
بله، خود هم اون بنباز رو بعضی ها صریحا بهش گفتن که شما در قیامت پیغمبر رو نمی‌بینی. گفت چرا؟ گفت چون خدا در قرآن فرمود من کان فی هذه اعما فهو فی الآخرة اعما. عموم معلوم می شود که اگر قرآن از اون تنهایی و غربت در می آمد و رواج پیدا می شد، اینا به این وضع مبتلا نمی شدن. تفکر عقلی اگر باشه به این وضع مبتلا نمی شن. خب حضرت که نمی رفت واقعا تو قبرستان سخنرانی بکنه که و ما انت به مسمع من فی القبور. بعضی ها واقعا مردن در قبر تنن. این انت الا نذیر، کارتو انذار هست، منتها بعضی ها میشنوند و بعضی ها نمیشنوند. در این قسمت که فرمود ولا تزر و وازرتون به ازر اخرى، چون تو سوره مبارکه عنکبوت این دو آیه گذشت، الان اشاره اجمالی بد نیست. اینجا که فرمود ولا تزر و وازرتون به ازر اخرى، یعنی هیچ باربری بار دیگری را حمل نمی کند. در آیه 12 و 13 سوره مبارکه عنکبوت که بحثش قبلا گذشت، سخنان عده آمده که وقال الذين كفروا للذين آمنوا تبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. ما بار شما رو میبریم. میگن اگر خلافی بود به عهده ما، اگر مسئولیتی بود به عهده ما. این حرف فریبکارانه برخی. خب اگر هیچ باربری بار دیگری رو نمیبرد، پس اینا چی میگن؟ میگن اتبعوا سبیلنا و نحمل خطاياكم. در همون آیه 12 سوره عنکبوت خدای سبحان پاسخ اینها رو داد، فرمود و ما هم به حاملین من خطاياهم من شيء. این نکرن در سیاق نفی است. انهم لکاذبون، دروغ میگن. هیچ باری از بارهای دیگران رو اینا نمیبرن. این یه بحث. مطلب دیگه این که در همون سوره آیه 13 دارد که این گونه افراد دو تا بار دارن، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالَهُمْ. اینا دو تا بار دارن. آیا بار دیگران را میبرن در حالی که صریح لا تزر و وازره وزر اخرى این است که کسی بار دیگری نمیبره، یا نه یه بار جدیدی است؟ خب هر کسی بیش از یک بار که ندارد که. میفرمایند نه، اینا که رهبران کفر و اضلالن دو تا بار دارن، یکی بار ضلالت، یکی بار اضلال. یکی اینکه خودشون تبهکارن، یکی دیگران رو گمراه کردن. دو تا بار هر دو مال خود اینهاست، نه بار دیگری. آیه 12 فرمود که به ما هم به حاملین من خطاياهم من شيء، یعنی رهبران کفر از خطایای پیروان هیچی را به همراه ندارد. این یه اصل. در آیه 13 فرمود به این که این رهبران کفر دو تا بار دارن، یکی بار ضلالت، بیراهایی که خودشون رفتن، یکی دیگران را تبلیغ سو کردند و از راه بدر بردن. لذا فرمود وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، بارهای خودشون رفتن. و اسغالن ما اسغالهم، یه بارهای دیگری هم میبرن، نه بار دیگران را. اون بار دیگر هم بار خودشونه، برای اینکه اینا دو تا گناه کردن، یکی ضلالت، یکی اضلال. یکی خودشون بیراه رفتن، یکی دیگران را از راه باز داشتن. ولی یسألن یوم القیامت اما کانوا یفترون. فتحسله که هیچ باربری بار دیگری را حمل نمیکنه. پس مردم چند قسمن؟ یه عده اصلا واضح نیستن، مثل انبیا و اولیا و معصوم الهنسترون. یه عده باربرن که بار میبرن. اونایی که بار میبرن یا یک بار دارن یا دو تا بار، برای اینکه یا یک گناه کردن یا دو گناه. هر کسی بار خودش میبرد. اون که یک گناه کرد بار خودش میبره. اونی که دو گناه کرد، یعنی هم خودش بیراه رفت هم دیگران را گمراه کرد، دو تا بار دارد. ولی یحملون اثقالهم و اثقالا ما اثقاله. خب این با اون که لا تزر و وازرتون به ازر اخرى میشه هماهنگ. مطلب دیگه این که فرمود هیچ ملتی نیست مگر اینکه برای او
ما پیامبر فرستادیم، این من امت الا خلافی ها نظیر، که هر امتی هر ملتی رهبر الهی خواهد داشت. این انت الا نظیر، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نظیرا و این من امت الا خلافی ها نظیر. این مال نبوت عامه است. تا اونجا که بشر هست و فکر هست و مسئولیت هست، هدایت الهی هست. اگر بعداً کشف بشود که فلون ستاره قابل حیات است، یه موجودات متفکری زندگی میکنن، حتما برای اونها پیغمبر و امام هست. چون ممکن نیست در یه منطقه بشر مختار متفکر زندگی بکنن و خدا برای او راهنما نفرستد. ولی انبیایی که قصص اونها در قرآن کریم آمده، که قبلاً در سوره مبارکه نساء بحثش گذشت، اینا معمولاً تو خاورمیانه، یعنی از هست نو تا وجود بارک پیغمبر علیه السلام، همه اینا تو خاورمیانه. نه از غرب دور خبری هست، نه از شرق دور، نه از باختر دور، نه از خاور دور. این نه برای آن است که اون طرفا پیغمبر نبود، برای اینکه ام من امت الا خلافی ها نذیر، این بیانگر نبوت عامه است که هیچ ملت و مملکتی بدون پیغمبر نخواهد بود. اول پیغمبر است، بعد ائمه و اوصیایی که جانشین هستند، بعد علمای هستند که پیام را میرسونند. چون در زمان خود پیغمبر اینطور نبود که پیغمبر با تک تک افراد روستا و غیر روستا هماهنگ باشد، سخنرانی بکند، موعظه بکند، بعضی بلا واسطه، بعضی محل واسطه، بالاخره پیام وحی به مردم میرسید. فرمود هیچ ملتی نیست مگر اینکه درش پیغمبر است. اما اینکه از انبیای خاور دور، انبیای باختر دور چیزی در قرآن کریم نیامده، و خود قرآن هم در دو بخش از آیات به این مطلب اشاره کرده که ما بعضی از اینها نگفتیم، یه رازی دارد. در سوره مبارکه نساء که بحثش قبلا گذشت، آیه 164 این است: و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک. انبیای بودن که ما قصهشون رو در قرآن براشون نگفتیم. تو سوره مبارکه غافر هم مشابه این مطلب آمده که بعضی از انبیا هستن که قصص اونها را ما برای شما بازگو نکردیم. آیه 78 سوره مبارکه غافر این است: ولقد ارسلنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک. بعضی از انبیا هستند که کتاب اونها، امت اونها، وحی اونها را ما تو قرآن برای شما نگفتیم. خب چرا نگفتیم؟ برای اینکه وجود بارک پیغمبر اگر قصه پیامبر رو میگفت، با سرگذشت و سرنوشت و موفقیت و ناکامی قوم و خودشون اونجا ذکر میکرد، چون این قصه همه انبیا اینطوره. بعد از پایان و قصه هم دارد که فسیر و فلعرض فنزور و کیف کن. بعد از هر پیامبری جمع‌بندی می‌کند که این پیامبر در اون منطقه بود و قوم او حرف او رو گوش ندادن، به فرون عذاب مبتلا شدن. برید ببینید، خب خاور دور و باختر دور که دسترسی نبود، نه کشتیرانی بود، نه مسافر رفت آمد می‌کرد، نه خبری داشتن اصلا که اون طرف آب و این طرف آب خبری هست و چگونه قصه شو پیغمبر نقل کند. امروز که پیغمبر نیامده، قرآن در دیروز، لذا برای امروز و فردا و الالعبد این امت الا خلافی ها نذیر آمده. برای دیروز و امروز و عبد همون دیگه اساس انبیایی در اون طرف آب، در این طرف آب بودن که ما قصه شعر شما نگفتیم. این کلام وحی دیگه. اگر کلام وحی است یعنی بود و ما برای شما نگفتیم، پس بود. بله بود، منتها حرف همه انبیا یکیه. برای اونها یه سلسله بود، اینهایی که آمدن همون حرفای دارن، چون انبیا همشون مصدقن لما بین یدی هم. این از بیانات خیلی قاطع قرآن کریم است. خدا غریق رحمت کنین ابن شهرآشوب رو، ایشون خوب از این آیه استفاده کرده. ابن شهرآشوب یه عمر طولانی کرده و مرحوم ابن عزیز باشون واصل بوده. اشمه بیان جامعی در کتاب متشابهات و قرآنش داره. میگه این آیه لوکان من اند غیر الله لوجدو فیه اختلافا کثیرا چندین پیام داره. میگه چیزی که از طرف خداست این هماهنگ است،
اقوار خدا از آدم تا خاتم هماهنگه، صحفی که از خدا نازل شده از آدم تا خاتم هماهنگه، انبیایی که آمدن هماهنگه، افعالی که در ازل و ابد خدا انجام داده هماهنگه، فعلها هماهنگن، قولها هماهنگن، قولها با فعلها هماهنگن، فعلها با قولها هماهنگن. این عموم تعلیل میگه چیزی که از طرف خداست اختلاف درش نیست. خب همین خدا میفرماید که اون طرف آب و این طرف آب انبیا داشتن، انبیا هم که مصدقن لما بین یدی هم. مگر ما خیلی از انبیای ابراهیمی که بین هست ابراهیم و هست موسی هستن از اون خبر داریم؟ فقط قرآن فقط مصدقن لما بین یدی، مصدقن لما بین یدی. سر این که قرآن کلام خداست و یک دست است همینه. انبیا و باختر دور و خاور دور هم همینطوره. اون چی که در سوره مبارکه نساء آمده یا در سوره غافر آیه 78 آمده که فرمود منهم من لم نقصص علیک، میشه وحی الهی برای مردم اون منطقه، کتاب هست، همه بیانات هست. برای ما این چینه، برای خاور دور اون چنانه. هر ملتی هر نهلتی، این من امت الا خلا فیها نذیر. والحمد لله رب العالمین.